دوست دارید لبخندی مثل ستارگان سینما داشته باشید و دوست ندارید هزینه زیادی پرداخت کنید و البته مقدار زیادی مواد شیمیایی روی دندونتون بذارید، امروز ما چند روش خانگی داریم برای سفید کردن دندون. اولین روش خمیر پر اکسید هیدروژن و جوش شیرینه. در این روش خانگی به گفته دکتر کیت آربیتمن کافیه که چند قطره از پر اکسید هیدروژن را با جوش شیرین مخلوط کنید، خمیری حاصل میشه که این خمیر رو میتونید به صورت خمیر دندون روی دندون هاتون قرار بدید. ولی یادتون باشه بیشتر از 3 تا 5 روز از این خمیر استفاده نکنید و استفاده بعدی رو به 3 تا 6 ماه بعد موکول کنید. روش دوم خمیر توت فرنگیه. خمیر توت فرنگی به واسطه اینکه توت فرنگی حاوی اسید مالیکه بهترین ماده برای پاک کردن لکه های حاصل از شراب قرمز، قهوه و چای و لکه هایی که به جا مونده روی دندونه. اما یادتون باشه قبل از استفاده از این خمیر از دخانیات استفاده نکرده باشید. مصرف دخانیات قبل از این خمیر میتونه حالت مسمومیت در دهان ایجاد کنه. کافیه که 2 تا 3 تا توت فرنگی رو مخلوط کنیم با 1 قاشق جوش شیرین، خمیر به دست اومده رو 5 دقیقه روی دندوناتون قرار بدید و بعد اون رو بشورید و با نخ دندون دانه های توت فرنگی رو از فواصل دندان خارج کنید. اما روش آخر خمیر روغن نارگیله. چرخوندن روغن در دهان به لطف افراد مشهوری مثل شایلن بودی بسیار متداول شده. اما چرخوندن روغن در دهان به مدت 20 دقیقه برای همه خوشایند نیست. وین پری که مدیر عامل شرکتیه که محصولات طبیعی میفروشه یه دستور عمل خیلی ساده داده. وین پری بر این باوره که اسیدهای چربی در روغن نارگیل وجود داره که این اسیدهای چرب زمانی که با بزاق دهان در تماس باشن به آنزیمهای سفید کننده دهان تجزیه میشن. از طرف دیگه اومده یه روش خیلی ساده رو پیشنهاد کرده. گفته که کافیه یه فنجون روغن نارگیل رو به صورت مایع در بیارید و اون رو با 2 قاشق غذاخوری جوش شیرین مخلوط کنید، 5 تا 10 قطره اسانس نعنا به اون اضافه کنید. نعنا به خاطر خاصیت ضد میکروبی که داره به سلامت لثه کمک میکنه. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم.